بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. معسلان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همی شما و برای همی شما زندگی با صحت و سلامت و سربلندی را از خدای بزرگ جلال شانهو آرزو میکنم. از آن درس امروز، درس پنجم ما هستند در مجموع، در آغاز هفته سوم قرار داریم و شماره درس ما یا جلسه ما جلسه پنجم هستند. ما در جلسه قبلی یعنی چهارم راجع به گلایکولیزم مطالب را خدمت شما عرض کردیم و خدمت شما گفتیم که گلایکولیز و دوره کربس که هستن، این دوتا مؤثره میتابولیزم کربوهیدرات ها یا قندها را تشکیل میدهند. در ساعت قبلی گفتم که گلایکولیز راه اصلی کاتابولیزم گلوکوز هستند و در این راه یا در این مسیر یا در این عملیه یک مولکول گلوکوز به دو مولکول پیرویک اسید که یک اسید سه کربندار هستند تجزیه میشه و در جریان پروسی گلایکولیز یک مقدار انرژی تولید میشود که همی انرژی تولید شده به صورت ATP ذخیره می شود. پیرویک اسید تولید شده امکان داره که از این به بعد از سه مرحله را در پیش رو داره که در یکی از این راه ها برود. سرای اصلی دارن که در یکی از این راه ها امکان دارن مسیر بپیمایه که یکی از یا در حجرات است که به صورت هوازی عملی گلایکولیز انجام می شود و این عملی گلایکولیز اولین مرحله سوخت گلوکوز در حجرات هستند و این در شرایط هستند که اکسیژن وجود دارند. هوازی که شد یعنی به کمک اکسیژن و در حضور اکسیژن تعامل کیمیایی و تجزیه گلایکولیز انجام میگیره یا کاتالیز گلایکولیز انجام میگیره و راه دیگی که هستند به صورت غیر هوازی است که پیرویک اسید به لاکتیک اسید تبدیل می شود و این زمان اینطور عملیه اتفاق می افته که کمبود اکسیژن باشد. در مرحله اول حضور اکسیژن بود در راه اول و احتمالاً گفتم راه دوم را بپیماید که در اینجا در وقتی که کمبود اکسیژن باشه این مسیر پیرویک اسید طی می کنند و گلایکولیز به شکل غیر هوازی انجام می شود. معمولا گفتیم که در موجودات زنده عالی مثل انسان گفتیم در حجرات رتینا یا بینایی یعنی حجرات چشم و حجرات جفت یا خس یا پلاسنتا انجام می شود. دیگه در موجودات زنده که وحید الحجروی است در اینجا لاکتیک اسید یا محصول گلایکولیز هست اما به شکل غیر هوازی انجام می شود. راه دیگه گفتیم تبدیل پیروات هستن که به شکل غیر هوازی است و در نهایت به ایتانول و کربن دای اکساید تبدیل می شود که این عملیه راه سوم گفتیم تخمیر الکلی یا فرمنتیشن هستن و این معمولا در غیر هوازی است یعنی در عدم حضور اکسیژن یا مقدار کم اکسیژن که خدمت شما عرض کردم در آغاز پیدایش حیات گمان می رود که در او زمان ایتاملات چون اکسیژن در فضا یا نبودن یا بسیار کم بودن از این مسیر تاملات انجام می گرفتن که در موجودات زنده وحید الحجروی فعلا انجام می گرفتن. درس امروز ما شما نور چشمانم ای هستن که درس امروزی ما شما است که عملی گلایکولیز چی نوع تبدیل هایی دارن یا تجزیه در نتیجه تجزیه عمل گلایکولیز چند نوع تبدیل کیمیاوی به وجود می آید. عزیزان نور چشم من در اثر عملی گلایکولیز سه نوع تبدیل کیمیاوی انجام می گیرم. یکی از تبدیل ها نامش تجزیه ساختمانی زنجیر کربن گلوکوز است و تبدیل شدنش به پیروات یا پیرویک اسید و یا لاکتات یا لاکتیک اسید یعنی ساختمان شش کربنی گلوکوز می شکنه تجزیه می شود در اثر عملی گلایکولیز و تبدیل میشه به پیروات یا پیرویک اسید و یا
بعدا پیرویک اسید به لاکتات یا لاکتیک اسید تجزیه بشه. تبدیل دوم عزیزایم عملی فاسفوریلیشن هستن. فاسفوریلیشن در ساعت گذشته خدمت شما تعریف کردم عملی است که یک مولکول یک گروپ فاسفیت از روی یک مرکب کیمیایی بر روی یک مرکب دیگر کیمیایی نصب می شود. تبدیل دوم فاسفوریلیشن و تبدیل ADP به ATP است. یعنی مرکب به نام ADP که ادینوزین دای فاسفیت است تبدیل می شود به ATP، یعنی یک مولکول فاسفیت بروی یک مولکول یا یک گروپ فاسفیت بروی ADP نصب می شود و ADP یعنی ادینوزین دو فاسفیته تبدیل می شود به ادینوزین سه فاسفیته یا ترای فاسفیت. و تبدیل سوم انتقال هیدروژن یا الکترون است که از یک ماده کیمیایی به ماده دیگر کیمیایی انتقال می کند. عزیزان نور چشم من توجه داشته باشید که تمام تعاملات گلایکولیز معمولا در سایتوپلازم حجرات صورت می گیرد. اما تجزیه حوازی پیرویک اسید، وقتی که حوازی میگیم تا تشکیل کربن دای اکساید و آب، ای در میتوکاندریای حجرات انجام میگیرد. عزیزانم مراحل تبدیل گلوکوز به پیرویک اسید و لاکتیک اسید دانشمندا این را تقسیماتی کردن، این شامل 10 تا تعامل کیمیایی است. تمام مراحل گلایکولیز شامل 10 تعامل کیمیایی هستند، یا به زبان دیگر شامل 10 واکنش شیمیایی است. این 10 تعامل بعضی از دانشمندا به دو مرحله تقسیم کردن، به دو مرحله، یعنی 5 تا تعامل اولی را شامل یک مرحله گرفتن، 5 تا تعامل دومی را شامل مرحله دوم گرفتن. و بعضی از دانشمندان علم بیوشیمی همین 10 تا تعامل کیمیایی را به 3 بخش تقسیم کرده، یا به 3 مرحله. 3 تعامل اول رو به نام مرحله اول گلایکولیز یاد میکنن، 2 تعامل بعدی را، یعنی تعامل 4 و 5 رو به نام مرحله دوم گلایکولیز نامگذاری کرده، و 5 تعامل آخری را که 6 تا 10 است شامل مرحله سوم گلایکولیز. عزیزان نور چشم من یک کلیات راجع به همین تعاملات کیمیایی اول خدمت شما عرض میکنم، باز بعدن اصل تعاملات روی سلاید داریم که باز تشریح میکنم خود معادلات کیمیایی را، تعاملات کیمیایی را. حالا یک کلیات بدون معادله خدمت شما عرض میکنم. در مرحله اول گلایکولیز عزیزان، در اولین تعامل مرحله اول گلایکولیز، مرکب گلوکوز یا قند 6 کربن گلوکوز اول فاسفوریلیشن می شود یا فاسفوریله می شود، یعنی بروی یکی از کربن های گلوکوز که معمولا کربن شماره 6 هستند گروپ فاسفیت نصب می شود، که البته این گروپ فاسفیت از ATP می آیند بروی کربن شماره 6 گلوکوز نصب می شود و گلوکوز تبدیل می شود به گلوکوز 6 فاسفیت. گلوکوز 6 فاسفیت معناش این نیست که گلوکوز 6 تا فاسفیت داره، 6 عدد یا شماره کربن است، یعنی گلوکوز 6 فاسفیت یعنی گلوکوزی است که روی کربن شماره 6 یک گروه فاسفیت نصب شده. بعد همین گلوکوز 6 فاسفیت باز در اثر یک عملی به نام ایزومیرایزیشن، در اثر این عملیه تبدیل می شود به ایزومیر خودش که فرکتوز نام داره. گلوکوز به فرکتوز تبدیل می شود که او از جمله ایزومیرای گلوکوزه که او هم عین وزن مولکولی رو داره، 6 تا کربن داره، 12 تا هیدروژن داره و 6 تا اکسیژن داره، از جمله ایزومیرای گلوکوز است. منتها فرکتوز از کیتوز هستن، یعنی قند کیتونیست،
قند الدیهایدی یا الدوز نمی باشه. پس گلوکوز 6 کربنک، گلوکوز 6 فسفیت که در کربن ششمش فسفیت نصب است، تبدیل می شود به فرکتوز 6 فسفیت. و بعد از او باز در اثر یک فسفورلیشن دیگه، یعنی نصب فسفور گلوکوز فسفیت دیگه، فرکتوز 6 فسفیت تبدیل میشه به فرکتوز 1,6 دای فسفیت. یعنی فرکتوز که هم در کربن اولش گروپ فسفیت نصب شده و هم در کربن شماره ششمش، و بعد هم میگیم دای فسفیت، یعنی فرکتوز است که بر رویش دو گروپ فسفیت نصب است. البته امروز دانشمندای بیشمی در اینجا که دو گروپ فسفیت در دو کربن جدا جدا قرار داشته باشد، به جای کلمه دای بیس بی آی اس بیس رو به کار میبرم، میگه فرکتوز 1,6,20 فسفیت. یعنی در حقیقتی همون معنای دای رو میدن، معنای دور معنا میدن، اما بیس به گروپ های فسفیدی که در کربن های جداگانه باشد و دای به گروپ های فسفیدی که در عین کربن باشه. مثلا شما در مرکب ادینوزین دای فسفید که در روزهای گذشته خواندید، دیدید دو گروپ فسفید است، منتهی گروپ های فسفید به یک دیگر وصل است توسط رابطه اشتراکی یگانه. در اینجا دای فسفید به کار میبرن به خاطر که بیس و دایره اینجا بیشی مسته ها به کار بردن که طرف متوجه شود که این دوتا فسفید آیا در عین کربن است، به یک دیگر وصله، مثل که در ادینوزین فسفید به عین کربن وصله، یک فسفید باز فسفید دومی باز فسفید اولی وصله، و یا ای که در کربن های جداگان هستن. از دان نور چشم در مرحله دوم که دوم گلایکولیز که دو تعامل کیمیایی هست، تعامل شماره 4 و تعامل شماره 5، در اینجا فرکتوز 1,6 بیس فسفید یا دای فسفید به دو مولکول سه کربندار یا به دو قند ترای اوز تبدیل می شود. این قند ها یکی نامش است گلیسر الدیهاید سه فسفید. اصل مرکب گلیسر الدیهاید هستن، یعنی گلیسرینی هستن که در حقیقت و قندش هم الدیهایدیست که عامل الدیهاید به رویش نصب شده. گلیسر الدیهاید سه فسفید یعنی قند ترایوزی است که در کربن شماره 3 گروپ فسفیت وجود داره، و قند ترایوز دیگر نامش دای هایدروکسی اسیتون فسفیت است که اصلش اسیتون هستن که دو تا هایدروکسیل داشته، منتها به جای یک هایدروکسیلش فسفیت است که ای باز میشن دای هایدروکسی اسیتون سه فسفیت به اصطلاح نامش است. در مراحل اول و دوم که در بالا ما شما صحبت کرد پیشتر صحبت کردیم، از آن دو مولکول ATP برای عملی فسفوریلیشن گلوکوز به کار می رود و این سبب میشه که مولکول گلوکوز بتونه به صورت فرکتوز 1,6 دای فسفید تجزیه شود یا تبدیل شود. خب و دو مولکول گلیسر الدیهاید سه فسفید یا به این اصطلاح این تولید می شود که منتها ای بعدن باز به عبارت دیگر به دو مولکول گلیسر الدیهاید سه فسفید ای تبدیل می شود که یعنی فرکتوز 1,6 دای فسفید تجزیه می شه به دو مولکول گلیسر الدیهاید سه فسفید. اول گلیسر الدیهاید سه فسفید یک مولکول است، یک مولکول هم دای هایدروکسی اسیتون سه فسفید، منتها بعدن دای هایدروکسی اسیتون فسفید او هم تبدیل میشه به گلیسر الدیهاید سه فسفید. پس ما اینطور نتیجه میگیریم که در آخر تعامل پنجم یا تعامل دوم که از مرحله دوم است، فرکتوز 1,6 دای فسفید تبدیل میشه به دو مولکول گلیسر الدیهاید سه فسفید. از آن در این 5 تا تعامل که تا اینجا من خدمت شما عرض کردم بدون معادلش هم تو کلیاتی، در اینجا جمعاً عزیزان دو مولکول ATP مصرف شد، در اینجا دو مولکول ATP مصرف شد برای یعنی این تعاملات، این 5 تا تعامل اولی در حقیقت تعاملاتی بودن که برای شروعش انرژی باید ما بدهیم، یعنی انرژی خواه بود،
یا انرژی گیر بودن. و در نیمه دوم از این ده مرحله تعامل که مربوط به گلایکولیز است که پنج مرحلهش خدمت شما عرض کردیم، در پنج مرحله، در پنج تعاملش عرض کردیم، در مرحله آخری که به یک حساب مرحله سوم میشه و به یک حساب مرحله دوم، گفتیم بعضی از بیوشیمیستا پنج مرحله آخری را، پنج تعامل آخری را یک مرحله حساب میکنه یعنی مرحله دوم، و پنج تعامل اولی را دو مرحله یعنی یک و دو حساب میکنه. اما بعضی از بیوشیمیستا گفتیم که هر ده تعامل، پنج تعامل اولش مرحله اول، پنج تعامل دومش مرحله دوم میگیرن. حالا در نیمه دوم تعاملات گلایکولیز عزیزان که شامل پنج تعامل اخیر است، با چهار مولکول ATP آزاد می شود، به حاصل می شود، حاصل این تعاملات آزاد شدن چهار مولکول ATP است. پس این تعاملات اخیر انرژی زا است نه انرژی خا. در نیمی اول گلایکولیز دو تعامل مصرف شد، در نیمی دوم دو تا ATP مصرف شد، در نیمی دوم یعنی پنج تعامل اخیر چهار تا ATP تولید شد. پس دو ATP اولی که مصرف شد با دو ATP از این چهار ATP نیمی دوم برابر یا خونسا، حاصل کار همین ده تعامل گلایکولیز می شود دو مولکول ATP. پس همین تعاملات گلایکولیز انرژی انرژی زا است، منتها خیلی کم، دو مولکول ATP تولید می شود. این تعاملات معمولا گفتیم در سایتوپلازم حجره انجام می گیرد که بعدن باز وصل میشه به دوره یا چرخه کربس که باز او در مایتوکاندرای حجره انجام می گیرد. حالا شاید یک کسی از شما بپرسه عزیزایم، بگوید چی زمانی در چی شرایطی عملی گلایکولیز انجام میگیرم؟ شما به جوابش اینطور عنایت میفرمایید، میگی هرگاه حجره به ATP احتیاج داشته باشد گلایکولیز انجام میگیرم. این در شرایط فیزیولوژیکی حجره که حجره به ATP نیاز داره، کمبود داره و میخوای که ATP برش داده شه. دیگه ایزان زمانی که در حجرات به ذخیره مواد قندی به صورت گلایکوژن احتیاج نباشه، یا جسم زنده یا ما انسان ها به ذخیره مواد قندی به صورت گلایکوژن احتیاج نداشته باشیم، در اون صورت هم عملی گلایکولیز انجام میگیرم. و سوم، هنگامی که حجره به تولید مواد اصلی عملی متابولیسم که شامل گلوکوز 6 فاسفیت میشه، پیرویک اسید میشه، استیل کوئنزایم ای میشه، حجره به تولید مواد اصلی احتیاج داشته باشه. اگر احتیاج داشت گلایکولیز انجام میشه، نبود نیم. و چهارم هم ایست که هرگاه میزان یا مقدار احتیاج به ATP کم باشه گلایکولیز انجام میشه، چون اگر به ATP زیاد بود باز در اونجا چرخه کربس است که باز میخوانیم تعداد مقدار بسیار زیاد ATP حاصل میشن. عزیزان نور چشم من، پس در شرایط هوازی تخمیر تعاملات بخش تخمیر یک راه گلایکولیز عملی تخمیر بودن. این تعاملات در شرایط غیر هوازی در سایتوزول حجره انجام میگیرم. سایتوزول شما در بیولوژی هم خواندید و احتمالا در سمستر قبلی در درس بیشمی خدمت شما استاد بزرگوار گفته باشن، همون فضاییست که در سایتوپلازم که در اونجا ارگانل ها و انکلوژن ها شناور هستن، فاصله بین ارگانل ها، مثلا مایتوکاندرا یک ارگانل است، رایبوزوم دیگه ارگانل است، لایزوم دیگه ارگان، فاصله بین ارگانل ها و انکلوژن ها را، یا فاصله بین ارگانل ها به یک دیگر، این نامش سایتوزول هستن که این یک لغت بیولوژیکی هستن که شما آشنا هستید. پس اینا در سایتوزول که همون فضای خالی سایتوپلازم میگن
که خالی نیست البته، در بینش خود سایتوزول یک ماده است، حالت نیمه مایی دارن، این فضای حجره را پر ساخته. یا مثال بزنم که سایتوزول خوبتر بشناسید، در یک هاوس یا استخر شنا، آب استخر شنا نقش عمو سایتوزول استخر یا هاوس داره، آبش که مایی است، منتها آب خیلی روان است، سیال است، رقیقه، اما سایتوزول غلیظ است. اگر دو گروپ آب باز در حوض وجود داشته باشه که لباس سبز داشته باشه که لباس قرمز، این دو گروپ ما فرض میکنیم یکی انکلوژن هاست، یکی هم فرض میکنیم که ارگانل هاستن. پس فاصله بین این دو گروپ آب باز ها توسط چی پر شده؟ توسط آب. در سایتوپلازم هم همین حالت دارن، سایتوزول همون نقش آبی داره که در حوض هستن، منتها غلیظتر و چسبناک. پس ما به این نتیجه رسیم که مرحله اول گلایکولیز انرژی خواه است، انرژی مصرف میشه، مرحله دوم انرژیش متعادل است، و مرحله سوم که هستن انرژی زا هستن که انرژی تولید میشود. حالا میایم بعد تا حالا برای همین جا درس امروز رو خاتمه میدیم که طولانی نشود، و درس بعدی ما که روز آینده انشالله خواهد بود، خود تعاملات کیمیاوی گلایکولیز است که من ماده به ماده داد 10 تا تعامل برای شما شرح میدم. امیدوار هستم که از این مطالب استفاده کرده باشید. همیشه شما را به حق تعالی میسپارم. شادکام و سالم و سربلند باشید.